مولوده حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از نروژ با ماست. خانم حاجی‌زاده خوش آمدید. به نوعی سردرگمی دیده میشه در این تصمیم گیری ها. دلیل این سردرگمی در مورد ساعات کار ادارات و مرکز دولتی و این تصمیم های مختلفی که تنها در عرض چند روز گرفتن رو چه میدونید؟ این سردرگمی مربوط و منوط صرفا به این حوزه نیست و در تمام، حالا نگیم تمام، در خیلی از فعالیت‌ها، در خیلی از تصمیمات دولت بارها و بارها شاهد این چنین سردرگمی‌هایی بودیم در بخش‌های مختلف. خب ما این رویه تغییر ساعت کار اداری در کار عمومی رو همراه بکنه یا مثلا در افکار عمومی اون رو همراهی نکنن، این متناقض و تغییر پیدا می کرد. خب بعد از اینکه این تصمیم گرفته شد، خیلی از کارکنان در شبکه‌های مختلف اجتماعی نسبت به این تصمیم اعتراض کردن. خب بسترسازی نیاز داره هر تصمیمی و این بسترسازی تا حد امکان فراهم نبود. ببینید به طور کلی تغییر ساعات اداری در خیلی از کشورهای مختلف دنیا بر مبنای اون به نوعی برای انطباق اقلیمی صورت میگیره و خب این میتونه در فصل تابستان و زمستون برای بهبود و بهینه کردن مصرف انرژی اعمال بشه، اما خب این مستلزم یک سری زیرساخت ها هست، مستلزم این هست که بسترهای اون فراهم بشه. اما ما می‌بینیم که در عرض چند روز یک تصمیم در ایران گرفته میشه و بعد از این که می‌بینن که خب افکار عمومی اون رو همراهی نمی‌کنن، بدون اینکه زیرساخت‌ها و بسترهای اون چه در حوزه حمل و نقل چه در حوزه‌های دیگه فراهم باشه، یک بار تغییر نظر میدن. خب دولت اعلام کرده بود که به واسطه اجرای این طرح می‌خواد هم سیاست ناترازی تولید و مصرف برق رو تا حدودی کنترل بکنه. اعلام کرده بود که با اجرای این طرح حدود 1000 مگاوات در حوزه اداری صرف جوی مصرف برق میشه، اما خب با توجه به این که اون شرایط فراهم نشود برای کارکنان که بتونن این شرایط تسهیل بشه برای رفت آمد و برای حالا فعالیت اونها، عملا عقب نشینی کرد از این رویه و خب ما میبینیم که یک سردرگمی توی این مدت در حوزه در ادارات هم پیش اومده بود. حتی به این واسطه وضعیت رفت آمد کارکنان، خب خیلی ها اعتراض میکردن نسبت به اینکه وقتی خب ما میدونیم در کلان شهرهای مثل تهران بخش عمده از نیروی کار از منطقه حاشیه‌ای باید به مرکز شهر بیان و این به این معنا هست که برخی از اونها مثلا 2 ساعت پیش از اون باید حرکت میکردن و به می اومدن و خب این نبود این بسترها و این زیرساخت‌ها باعث شد که عملا بار دیگه ما دچار این سردرگمی رو در ساختار دولتی ببینیم. خانم حاجی زاده، به این بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کردین، دولت هم گفته در واقع نمیتونه برق رو برای ادارات و کارمندان تامین بکنه و به همین دلیل که ساعت کاری رو داره عوض میکنه. تصور میکنه باید سازوکاری وجود داشته باشه در دولت برای تامین ضروری ترین نیاز کارمندان و دستگاه‌های اداری حداقل. چرا ناتوان مونده در این زمینه؟ خب این برمیگرده به تمام برنامه‌هایی که نتونست دولت در حوزه افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور اجرا بکنه. از برنامه 5 توسعه تا برنامه 6 توسعه ما در هر برنامه دولت یک وظایفی داشت برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور در حوزه تولید برق. اینها عملی نشد، به بخش خصوصی این فضا رو نداد که بخش خصوصی بستر‌سازی کنه و همه مشکلاتی که در این حوزه بود، حالا سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه انجام نشد و همه اینها به اینجا تغییر شد که دولت هر بار که میخواد بحث مصرف برق و ناترازی مصرف برق و تولید برق مطرح میشه، یا رو به خاموشی میاره برق حالا در حوزه خانگی یا صنایع قطع میشه، یا با دستکاری این سیاست هایی که عمدتا همونطور که تاکید کردم سازوکارش فراهم نیست، میخواد شرایط رو مهیا بکنه برای اینکه ناکارآمدی خودش رو در سایه این سیاست ها پنهان بکنه و خب قاعدتا دچار این شرایطی میشیم که بعد از چند روز یک سیاست‌گذاری اعمال میشه، مسبب میشه و بعد از چند روز برمیگرده به حالت قبل. مولوده حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از نروژ. خانم حاجی‌زاده خیلی متشکرم از توضیحاتتون.